حالا میریم پیش بابا. دیگه با من کاری نداری؟ نه بابا جون. بودو بودو خوشگل من نازشو برم برو تو جینم بگیر سب خب بدش به من بدش به من قربونش برم الهی بشین اینجا بشین تا مامان بیا برو سباش مبازمشون باشه خیلی شنگولی چه خبر شده؟ چرا که خوشحال نباشم؟ خدای شکر هرچی ازت خواستم بهم دادی یه زن خوب، دو تا دختر خوشگل، دو قلوی ناز، خونه، زندگی، ماشین، سلامتی، دیگه هیچی ازت نمیخوام. خیلی خوب، حالا یه خورده یواشتر بچه ها تازه خوابیدن بیدار میشه. او بچه ها گفتی یادم اومد، دو تا مدال گرفتم که ببندی گردنش. بیا چطوره میپسندی؟ خیلی قشنگی به به اسمشونم که پشتش نوشته چقدر تو باسلیدی آره آخه مشاله اینقدر شبیه که خود ما هم اشتباه میکنیم خب داری میبندی گردنشو؟ آره آها انداختم گردنشو قند اصل یه دختر قند تر آوردم بگو ببینم این بچه کیه؟ از کجا آوردش؟ والا از آب گرفتمش بنازم به قدرتت خدا ببین این بچه رو چطوری روی آب سعی و ساله میگردشته الله از سر و بعدش معلومه که بچه شهری بیچاره پدر مادرش حالا چه حالی دارن؟ از کجا معلومه؟ شاید هم افتاده باشن تو رودخونه و غرق شده باشن در هر صورت این بچه رو خدا واسه ما رسونده ببین اون چیه گردنش؟ یه ونگکاده تلام هست مثل اینکه یه چیزی پشتش نوشته مرزاد ولی ما اسمشو میداریم تونه
ببینم آبجی، بازم چی یادش نیومده؟ نه، انگار نه انگار که آدم هن. نه اسمشو میدونن، نه رسمشو. اصلا هیچی به خاطرش نیه. اوهوی، اسم چیه؟ منگه. نمیدونم، من هیچی نمیدونم. نمیدونم که حرف نشد. بالاخره ما باید بفهمیم زنی که از آب رودخونه گرفتیم کیه، اهل کجایه. حالا تکلیف ما با اون چیه؟ مهمون حبیب خدایه، او به ما پناه آورده. انقدر نگرش میداریم تا گذشته هاشو بیاد بیاره. من مطمئنم که اون تنها نبوده. تو چی فکر میکنی زن؟ اگه کسی باهاش بوده تا حالا یا ماهیا خوردنشون یا تخت سنگا تیکه تیکشون کردن. آخه اون رودخونه وحشیه، به کسی رحم نمیکنه. این صحبتی رودخونه است برای این. خدا میدونست که من اجاقم کوره و خدا بخش پسر برادر کار واسه همین این دختر رو برامون فرستاد. نگاهشون کن، دل از هم نمیکنم، انگار واسه هم ساخته شدن. خدا فقط انقدر به همون عمر بده تا عروسیشونو ببینیم. بگی بشین. چرا؟ میدونی بعضی وقت به این پیرزن حسودیم میشه. این چه حرفیه خدا بخش، اون یه پیرزن آواره است. میدونم، اما وقتی میبینم تو یه نفر دیگر رو غیر از من دوست داری حسودیم میشه. تو خودت همونو دوست داری. از 3 سال پیش شاله که اومده اینجا و موندگار شده همیشه بهش کمک کردی. اصلا این حرفا چیه که میزنی؟ آها شوخی کردم، این یه بهانه بود تا بهت بگم که چقدر دوستت دارم. لازم نیست بگی، خودم هم میدونم. بری. سبدای نون، سبد چلویی. ننه جون سلام. سلام دخترم، روزاتون سفید، شباتون کوتاه، عمرتون بلند، ننه فداتون، خوب حالتون. ننه این شعرها رو خودت میگی؟ ها خودم میگم آقا. مگه درس خوندی؟ ننه یادش نمیاد. خودت نمیدونی که درس خوندی یا نه؟ خود بخش میدونی که ننه از گذشتش هیچ وقت حرفی نمیزنه؟ نه ننه چیزی نمیدونه که بگه، ننه فقط فال میگیره. تو رو خدا یه فال بر من بگیر. ننه به قربونت، دلت واسه یکی پرپر میزنه، اونم دلش واسه تو پرپر میزنه. بالای سرت آسمونه، اما آسمون آبی نیست، کبوده. میونه تو و یارت یه اژدها هست، یه شیطونه که نفسش رنگ آسمون رو کبود کرده. کنه تو تخته کن عجوزه، یه دقیقه پیش اسرائیل دیدم که داشت دنبالت میگشت، گم شد تو خبرش نکردم. اون شیطون صورتش عینه ها این بود. گم شد، کنی دوره جایی بینم. تو فقط برای جور بازو نشون دادم به این پیر زن اومد اینجا، یه کار دیگه هم داری. از طرف مهندس پیغام آوردم، تو باید فردا برگردی معدن، چند تا انفجار داری. خیلی خب بزن به چاک، فردا ساعت 9 اولین انفجار انجام میشه. حالا برو. آهای برین کنار، میخوام آتیش کنم. چطور بود قربان، راضی هستید؟ خوب. کار این خدابخش واقعا عالیه. اما در اون قسمت غربی داریم به رگای نامرغوب میرسیم. بهتر مسیر استخراج عوض کنیم. اطاعت قربان. فرمایش دیگه ای ندارید؟ نه دیگه کاری ندارم. نقشه تقریبی تمام رگای معدن رو بعدن برای من بیارید. چش قربان. هفته دیگه من و خانم باید بریم تهران. تا اون وقت میخوام نقشه دقیق قسمت شرقی رو برام تهیه کنید. چش قربان. ولی خانم تازه 2 روزه که تشریف آوردن. کارگرا آرزو دارن که زیارتشون بکنن. متشکرم، اگه فرصت بشه میارمش. خب اتومبیل من حاضره؟ بله قربان، بفرمایید. بسیار خوب، بقیه یه کارا رو خودتون اداره کنید. اطاعت میشه. متشکرم. خواهش میکنم بفرمایید. وقتی من نیستم تمام مسئولیت معدن به عهده شماست. چش قربان. حسنا خان، اگه خانم تلفن کردن بگید من رفتم. چش قربان. مرسی. خوش آمدید.
زنشو دیدی؟ نه، اما بچه ها میگن خیلی خوشگل ماشه. وقتی خدا شانس بده همینه. دختره رو گرفته، معدن پدرشم صاحب شده. به خشکی شانس. دیگه چرا؟ این درخت ها چرا در خونه ما سبز نمیشه؟ در خونه ما عوض درخت منار سبز میشه. من که تا حالا 4 دفعه دست زنم فرار کردم، اما هر دفعه رفته جاندارمری و آرز شده. اونا هم پیدا کردن و بردن خونه. بینم. شنیدم تو هم زنت خوشگله. خوشگله؟ نا کردم کیش خوشگله؟ بچه های همسایه بهش میگن لولو پشمالو. یه دفعه دوز اومده بود خونمون تا چشم جفتاد به قیافه زنم خش کرد و افتاد زمین. بعد با خیال کرده و در جن ندیده. امیدوارم خدا از شرش نجاتت بده. فعلا بیا کارت دارم. بره. اوکی 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 بسته دیگه مرمرشون. بس پاشو نازی پاشو، از چشات معلومه که خوابت میاد. بیا با هم دیگه بریم لالا کنیم. باری کل دختر خوب من. آفرین. آی ننه فال گیره، فال میگیره. آی سبت قنشکن سیخ کباب. ننه فال گیره، فال میگیره، فاله میبینه، دعا میده. آی ننه فال گیره. این چی؟ یه کلیه دورگرده، از این ده به اون ده میره، هم سبد میفروشه هم فال میگیره. خب هر کس باید یه جوری چرخ زندگیشو بگردونه. چه قیافه بانمکی داره. خانم جون، دردت به جونم، دلت میخواد فالتو بگیر. ما مهمونیم، باید بریم. باشه واسه بعد جلو. باشه واسه بعد. حالا این بدکه خدا وایسا، گناه داره. ما که دیرمون نمیشه، بذار فالمو ببینی. خیلی خب، تا فالتو بگیره منم میرم یه سری به مرمر میزنم و میام. مرمر تازه خوابیده، یه وقت بیدارش نکنی. نه، فقط یه بوسش میکنم. خب ننه جون، بیا فالمو بگیر ببینم. آخ سرانگشت طلا بود، مهربون بی بی. دلت از غم رها بود، مهربون بی. وجودت بی بلا بو، مهربون بی بی. دو چشمت انتظار بو، مهربون بی بی. سفر کرده داری بی بی؟ درست ننه، انتظار پدرمو دارم که از سفر بیاد. یه گمگشته تو میگردی، کیه اون؟ مادرمه. تو میبینیش، خیلی زود میبینیش. بگو ببینم کی؟ فالت میگه برات نزدیک اون روز. ولی کی؟ یا پس فردا، یا فردا، یا هم امروز، ولی نزدیک امروز. اگه راست بگی، هر چی بخوای بهت میدم. بازم بگو. تو فال تو برات همزاد میبینم. یکی مثل خودت همپاد میبینم. دو شاخه از یه گل. یکی در آب شده ویلون. یکی... نه، هیچی نمیبینم، هیچی. چی شد ننه؟ دیگه هیچ. نه، ننه پول نمیخواد. پس چی میخواد؟ ننه از این خانم خوشگله خوشش اومده، میخواد اونو ببوسه. ببوسه؟ تا پیر رو بیلش کن. بیا ننه جون، منم دلم میخواد تو رو ببوسم. بیا بریم. خدا حافظ ننه جون. خدا حافظتون باشه. گوشتی رو راحت کن. اینم پیچه گوشتی. با این دست که مهندس وارد کرده دیگه کارخونه سنگبری هم تکمیل میشه. آره، واسه تو که وقت نیست، هم از معدن میخوری هم از کارخونه. بزولی موقوف. چرا؟ تو دیگه خیلی داره رود زیاد میشه ها. واسه این که حرف فرق میزنه. خواه صداتو ببر، کونه داره میاد. آها،
کجا؟ سلام خوشگله، اینجا چی کار میکنی؟ برای خدا بخش نهار آوردم. خب چرا بر ما این کار رو نمیکنی؟ دست کسیفه تو بیناست. آه مواظب باش طرف قضا رو بیم. چرا وایستادی؟ بیا بریم. پرو دماغ سوخته میخریم. خفشو خیالت راحت باشه، بالاخره نمیذارم این انگوری رسیده نصیب شما. چه همه خیال با حالا میبینی. اگه گفتی برای چی درست کردم پسن جون؟ قرمه سبز؟ نه خورش بادم جون. آها خیلی خوب بدش من بیا برات بریزم. کاری داشتی؟ آره کارگرا دادشون در اومده. چرا دیگه چه مرگی؟ پول میخوان پول. الان چند روزه که حقوقشون عقب افتاده. خیلی خوب خیلی خوب. حالا برو یه جوری دهنشونو ببند تا من فردا برم پیش مالک. ببخشین از اینکه مزاحم شدم. کارگرای معدن التماس دعا دارن قربان. یعنی چه؟ پول میخوان؟ بله قربان. آخه هنوز که اونقدر دیر نشده، فقط دو روزی که از موعد حقوقشون گذشته. میدونم آقای مهندس، اما کارگر معدن اگه به موقعش حقوقش نرسه کمیته زندگیش لنگ قربان. خیلی خب همین امروز حواله میدم به خدا بخش بره تهران پول بیاره. به خدا بخش؟ آره مگه چشه؟ البته این موضوع به من ربطی نداره، اما زیادم نباید به یک چنین اشخاصی اعتماد کرد. من خدا بخش خوب میشناسم، اون بیشتر از اینا قابل اعتماده. خودتون میدونین اگه من به خدا بخش اطمینان نداشتم حواله 60,000 تومانی به دستش نمیدادم. موضوع 60,000 تومن پوله. ببین داشت اصلان، بیا و با ما رو راست باش. چه کلکی تو کارته؟ تو بمیری هیچی. گفتم که یه خورده حسابایی بین ما هست که میخوام اینجوری تصویه بشه. خلاصه ما نفهمیدیم این کار چه نفعی به حال ما داره. ها نفش واسه تو اینه که 2,000 تومن قلفتی میکشی بالا. همش 2,000 تومن، نه داشت ما نیستی. باشه بابا، اصلان خان از خودمونه، باید کارش رو راه انداخت. خب یارو کی پیداش میشه؟ قاعدتان باید همین نزدیکی ها باشه. شما باید زودتر دست به کار بشین. حسین کرگدنم با خودتون ببرین، بد نیست. منم منتظر میمونم تا کیف پول ازتون بگیرم. شده؟ چه میدونم؟ داشتم میومدم یه همه سجل معلق خود چه انداخت جلو ماشین. تفلی سجل
اصلا خانه انشالله که از کار ما راضی هستی. من چی کارم؟ شیطون راضی باشه. به تعارف کم کن و بر مبلغ افزاد و چوقه کن بیاد بینی. نالوتی، یه مرد به تو وعده کرده. بگی بزن به چاک، برو دیگه. بابا فرمایشی نداری؟ بیا، مال بابام که نی، اینم مال تو. ولی فقط من بدونم و شما. حالا وقتشه که برم خدمت آقای مهندس. غیر ممکنه خدا بخش به من خیانت کنه. حتما براش اتفاق افتاده. خدا کنه اینطور باشه قربان. اما اون مثل یه مار میمونه. خط و خال قشنگش آدمو گول میزنه. ولی همچی که بهش نزدیک شدید نیش خودشو میزنه. ولی اگه بخواد به من خیانت کنه سرشو به سنگ میکوبم. آه مثل شو من. اگه تو درباره اون بد قضاوت میکنی. خواسته نباشی. خب پولا رو از بان گرفتی؟ بله قربان. ولی ولی چی؟ اتفاق برات افتاده؟ آست دروغگو، نمیخواد خود تو به مشمردگی بزنی. بگو پولا رو چیکار کردی؟ بلش کن. خدا بخش من همیشه به تو اطمینان داشتم. نظر این اطمینان من از این بره. حقیقت رو بگو. حقیقت؟ حقیقت اینه که پولا رو دزدیده. من دزدیستم. قربان باور کنین راست میگه. تو جاده می اومدم چند نفر ریختن سرم. یه مقداری زد و خور کردیم. من بیهوش شدم. دیگه هیچی نفهمیدم. اونام پولا رو برداشتن و رفتن. شناختیشون؟ نه خیر. دروغ میگه. باور کنین دروغ میگه قربان. بس هر رفاقت برای چه روزی به درد میاد. واسه خودت میخوای شرکت جان درست کنی. ما یکی نیستیم داشم واسه. صاحب میدونم دردت چیه. هر چی پول بخوای بده. حالا شد یه چیزی. با چه قضیه میخوای ما بلوری؟ آه 5000 تومان خوبه. چون تو هستی قبول میکنم. حالا نقشتو بگو ببینم. تو میدونی که خدابخش متخصص انفجاره. وقتی میخواد کوه رو منفجر کنه، جاش تو پناهگاهه. از تو میخوام که پناهگاهش رو منفجر کنه. دینامیتا رو کار گوشتی. خیالت نیم ته خوش هستم. 2 دقیقه دیگه خدا بخشو میفرستمش بره کاره ما. آفرین تو دوست خوبی هستی. فقط مهندسم اومد. انگار منزلش هم آورده. آره. عجب خوشگل مشکلتون نمیدی. این غیر ممکنه. این زن مهنه خودمونه. نه بابا، این پونه نیست. پونه کجا و این کجا؟ این کلی قرفت. حرف نزن. من میرم از نزدیک این زن رو ببینم. تو هم برو سر کاره. سلام عرض میکنم. سلام. خیلی خوش آمدید. شما هم همینطور خانم. خانم منو که ندیده بودی. عزیزم ارسلان خان مسئول این معدن هستن. بله، خوشبختم. خیلی متشکرم. خب چرا مطرین؟ انفجار چی شد؟ خانم امروز اومدم برای تماشای انفجار. خانم امروز انفجار رو تماشا میکنم. فکر میکنم انفجار جالبی باشه. خیلی جالب. مخصوصا برای خانم. خیلی خوبه. پس اون ماشین منو بذارین آقا. اطاعت قربان. با اجازه خانم. بریم عزیزم. باید بریم تو پناهگاه. خیلی راهی. نه جونم من. آهای! همه بری کنار. میخوام انفجار کنم. بیا بشین عزیزم. اینجا از همه جا امن‌تره. چه کوچولو؟ ببینم این جای توئه؟ نه جونم. اینجا پناهگاه مسئول انفجار ما خدا بخشه. سلام خانم. نه. نه خیر خانم. ببخشید که جای شما رو گرفته. خواهش میکنم. خیلی لطف کرد. خانم دلشون میخواست انفجار معدن رو از نزدیک ببینه. منم امروز آوردمشون. خیلی خوش اومدین خانم. اجازه میدین آتیش کنم؟ خواهش میکنم.
چند تا دیگه هست. خیلی جالب مهندس، خوشم اومد. خودتون رو ناراحت میکنیم، از گریه کردن که مهندس زنده نمیشه. خدا بخش، خیلی جوون مرد بود، نمیدونی چقدر خوب. میدونم خانم، میدونم. کاش که من میمردم و به مهندس صدمه ای نمیرسید. تو چه تقصیری داری؟ قسمتش این بود. به پدرم تلگراف کردی؟ آه بله بله. مرمر من کجاست؟ اون طفلکی چی کار میکنه؟ برای مرمر جون ناراحت نباشین، پونه از اون مثل مادر مواظبت میکنه. مرمر جون، مرمر جون، بیا بریم بخون، بیا بریم برات یه لولایی قشنگ بخون، بیا. چه قامت رو رویا
نمیدونی چقدر شکلته. درست مثل سیبی میمونه که از وسط نصف کرده میشه. الان میبینیش. پرستار اومد. اجازه میدیم بریم پیش خانم مهندس؟ صبر کنیم ببینم حالشون چطوره. با من این خانم شمایی؟ خانم چند تا از کارگرهای معدن اومدن شما رو ببینم. بذار بیان تو. چشم. بیچاره پدرزن مهندس تازه چند ماه رفته خارج استراحت کنه، حالا وقتی تلگراف مرگ داماد برسه چه حالی میشه؟ کاش که این خبر رو بهش نمیدادی. نه نمیشه. مگه ندیدی جیال خانم چه اسرائیلی داشت که حتما فوری براش تلگراف بزنه؟ خدا به اون پیرمرد صبر بده. آره مرگ جوان خیلی سخته. حالش چطوره خانم؟ میتونیم ببینیم؟ بله ولی زیاد باش حرف نزنی. ممکنه زنده بمونه. ولی اون دست خداست خانم. دکترها خیلی تلاش کردن. ولی چون خونریزی مغزی داره زیاد امیدوار نیستن. خدایا خودت این زن بیچاره رو حفظ کن. با اجازه این حتما خوب میشیم. اون وقت برمیگردیم پیش من. این که ناراحتی نداره. نه. نه دیگه همه چیز تموم شد. شما که طوری نشدین خانم. به لطف چند روز دیگه خوب بشین. میدونی پونه. شوهرم جونشو برای نجات خدا بخش فدا کرد، یعنی برای نامزد تو. حفظش تو هم باید قول بدی اگه من مردم از بچه من مثل یه مادر واقعی نگهداری کنی، چون به طوری که خدا بخش میگه مرمر تو رو با من اشتباه گرفت. خب بچه حق داره. آخه اونقدر شما دو نفر به هم شبیه هستین که همه اشتباه میکنن. الهی شکر. گوش کن پونه جون، پدر من تا چند روز دیگه از خارج برمیگرده. اون خبر مرگ مهندس رو شنیده. اگه بفهمه منم مردم خیلی درد میکشه. آخه من تنها دختر اونم. فقط تو میتونی به اون پیرمرد کمک کنی. منظورتو رو نمیفهمم. من چه کمکی میتونم بهشون بکنم؟ ببین پونه، میخوام از تو خواهش کنم، التماست کنم که اگه من مردم تو به جای من پیش اون بری، یعنی دختر اون بشی و مادر مرمر. اگه تو خواهش منو قبول کنی، من دیگه با خیال راحت میمیرم. میدونم مرمر تو دامنه یه مادر مهربون تر از خودم بزرگ میشه. اما شما که خبر داریم، من و خدا بخش میخواییم با همدیگه عروسی کنیم. مگه اینطور نیست خدا بخش؟ چرا؟ ولی خانم شما خیالتون راحت باشه، شما هر امری بفرمایین پونه قبول میکنه. چرا این حرفو میزنی؟ میدونی اگه من قبول کنم معنیش چی؟ راست میگی پونه جان، من توقع بی جایی از تو دارم. ولی خانم من از طرف پونه به شما قول میدم که حتما این کارو بکنه. نه نمیخوام مجبورش کنی. خیلی خوب منم قول میدم. متشکرم خدایا شکرت. حالا میتونم با خیال راحت بمیرم. پونه جون تو، جون مرا. تفلک خبر نداره که تو این سن و سال پدر مادرش از دست داده. خوبه مرمر جون، قایم تا بده بابتون. باری کرد خواسته خدا رو میبینی؟ ما هنوز عروسی نکرده. ساوی یه بچه به این قشنگی شده. آخه خدا بخش پس خودمون چی؟ ببین پونه، ما به مادر این بچه قول دادیم. درست خدا بخش، ولی عروسیمون چی میشه؟ پونه جون، حالا وقتی این حرف هست. میدونی که پدر مادر این بچه به خاطر من خودشونو به کشتن دادن. این از انصاف به دوری که ما اونو تنها بذاریم. چرا تنها؟ اونو دست پدر بزرگش میسپاریم، حقیقت هم بهش میگی. اون وقت فکر نمیکنی که این حقیقت ممکنه باعث مرگ اون پیر مرد بشه؟ نپونی، تو این یه هفته که زن مهندس مرده خیلی راجع به این موضوع با هم حرف زدیم. همیشه هم به این نتیجه رسیدیم که اگه واسه خاطر خدام شده باید به قول خودمون عمل کنیم. خدا هیچ وقت نگفته من تو آخر عمر مثل یه بیوه زن زندگی کنم. چرا تو آخر عمر؟ فردا قرار پدر زن مهندس وارد تهران بشه. ما میریم اونجا. یه مدت که پیشش موندیم همینقدر که یه خورده غم و غصه‌اش کم شد، جریان بهش میگیم برمیگردیم سر خونه و زندگی خودمون. اون وقت با هم عروسی میکنیم. امیدوارم که خدا پشت و پناه باشه دختر. بیا سلام. خدا حافظ. خدا به امراتون بچه‌ها.
انشالله کاری رو که گردن گرفتیم به خوبی و خوشی انجام بدیم. ما که نیتمون خیره بابا، خدا هم بهمون کمک میکنه. انشالله خدا به همراه. خدا زود زود کاغذ بنویسین، من دلواپسم. دستگاره نگاه کن، حالا از امروز پونه من میشه خانم این خونه. خدا بخش منم میشه راننده این خونه. خیلی خوب خانم، حالا مواظب باش که خیت نکنی. نه بابا، فعلا که قیافم خوب عوض شده. انشالله اخلاقت عوض نشه. نه مطمئن باش، من واسه تو همیشه همون پونه هست. خیلی ممنون. اما مواظب باش، مثل یک کلفت و نوکره دارم میان طرف ما. من میرم چمه دونه رو بردارم. اومد خانوما. سلام از آقا مشتگاری بگیرم. از دیروستالا منتظرتون بودیم خانم. خیلی ببخشید. بده به من. شما زحمت نکشین، آدم اینجا هست. بده من میبرم. نه خیلی لازم نیست. دارو باید کارونش کنم. ببینم احتیاجی هست که منم همراهت بیام. آره بالاخره آقا باید تو هم بشناسه. بیا دیگه. ایشالا خانم تشریف آوردن. خدا یا شکرت. ببینیم مرمر جون چه ماهی. بابا جون قربون تو برم الهی. سلام بابا جون. دخترم. سلام بابا. دختر قشنگم، دختر بیشنم. آیا به درگاهت شکر، یا اگه دامادم ازم گرفتی لاغل دخترم و بچهشو برام نگه داشتی. لاخی صد هزار مرتبه شکر. بذار ببوسم دخترم. تو بوی مادر تو میدی. متشکرم بابا. من از تو متشکرم عزیزم. وجود شماها تو این خونه باعث دلگرمی و نشاط من میشه. آقا کی هستن؟ آقا رانندمون هستن. آقا باریکلا دخترم، به حسن انتخاب تبریک میگم. پسر مؤدب و نجیبی به نظر میاد. بله همینطوره، من که ازش خیلی راضی هستم. خب پسر جون اسم تو چیه؟ خدا بخش. امیدوارم تو این خونه به تو هم خوش بگذره. خیلی متشکرم. خب عزیزم از راه رسیدی خسته هستی، بیا بریم اتاقت بهت نشون بدم. در اختیارش بذار، سعی کن راحت باشه. چشم بابا. بریم. او قربونه تو برم. ده متشکرم. بیا ماما، بیا بغل خودم. آفرین کلا دختر. بای 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 بای. این اتاق قابل شما رو نداره، اما از همه اتاقای ما بهتره. خیلی ممنونم. منم ممنونم. از کی؟ از شما که اینجا تشریف آوردید. الهی درد بلاتون بخوره تو سر جواد، مردشون ریختش بره. جواد کیه؟ آشپزمون، نمیدونین چه بد ترکیبه. بفرمایید، بفرمایید اینجا استراحت کنین. اگه با من کار داشتید صدام کنید. اتحاد بزنی. اون زن بود. تو اگه یه وقت جرأت کنی و دستت بالا بره خوردت میکنم، پوستتو میکنم، دودت میکنم، میفرشم به داشمون رو هفته. جدی؟ بله. چه من راست؟ بله. بگی نه، بزن تا ببینی. من بزنم؟ بله بزن. تو چطور بزنم؟ بله. چلوش دردم اون با تو شوخی هم شرده میشه؟ نه من شوخی بلد نیستم. خیلی خوب باشه، بعدا حساب تو میرسه. خب برو گم شو، برو. یالا کنی حساب تو رو میرسه. برو دیگه، برو. بله. بشه تنها بشی ببین چه جوری حساب تو میرسه. شب بخیر کوچولوی من. شب بخیر دخترم. شب بخیر. جورا باش از باش در بیرم که لالا کنی دخترم. خب بذارم زیر سری. شب بخیر.
الحمدلله هر دوی ما سلامت هستیم و من این نامه را در شب اول ورود ما برای شما می نویسم و تا الان که همه چیز به خوبی و خوشی گذشته است. عمو جان از قول من به زنم جان سلام برسم و بگو هیچ نگران نباشد، چون من و پونه کار خود را خیلی خوب انجام دادیم، به طوری که از همون لحظه و برخورد اول 100% اطمینان آقای فهیم را جلب کردیم. در هر حال فعلا از هر جهت به ما خوش می‌گذرد و هیچ ناراحتی نداریم مگر دوری شما. عمو جان من هر وقت که فرصت کردم برای شما نامه می‌نویسم و از وضع خودمان شما را آگاه می‌کنم. به امید دیدار، خدا بخش. خدا رو 100,000 مرتبه شکر. حالا دیگه خیالم راحت شد. اولش خیلی میترسیدم. مگه برای چی رفتن اونجا؟ حالا برات میگم. یادت یه روزی مهندس خدا بیامرز و زنش اومدن اینجا و یهو معدن ترکی؟ مگه شما ها کار ندارین اونجا گرفتین تمرگیدین ها؟ عباس های با تو هم، تو چرا بایستادی؟ یالا گورتو گم کن برو سر کارت. من بدار نجم خفه شو، برو دنبال کارت. تو هم دیگه نبینم بیکار بشینی ها. چشم اصلاف، یه کاغذ از خدا بخش رسیده بود، خواهش کرد من براش بخونم. از خدا بخش؟ بله از تهرون فرستاده. خیلی خوب، سوار ماشین شو برو از انبار دینامیت بیار. چشم. هر طور شده این کاغذ رو باید بخونیم. حتما یه کاسه زیر نیم کاسه هست. نره. ببینم تو میتونی این کاغذ رو ازش بزنی؟ ترتیبش با من. برو ببینم. کسی تو رو ندی؟ نه. بینم چی نوشته. خوبه. پس اینا رفتن منزل فهیم. حالا کاملا همه چی رو فهمیدم. ببینم فکر میکنم اونا رفتن اونجا چی کنم؟ هنوز نمیدونم. ما باید هر طور شده بفهمیم. دقیقه چه ریختی؟ ها شاید تو کاغذهای بعدیش بنویسه. باید هر نامه‌ای که میفرسته بگم برامون بیارن. سلام، چه خبر؟ بیا اصلا خواه، اینم اونی که میخواستی. نامه خدا بخشه. آره. اصلا خواه، حق و حساب ما رو نمیدی؟ آره، اینم حق و حسابه. قربونه در. یه دقیقه صبر کن. حالا اینو ببر بده به عموش. خب دیگه همه چیزو فهمیدم. بینم فهمیدی برای چی رفتن. آره. اما خبر نداره ما آدمی ما سم میخواییم. قربون مقبه. شفورا بیا باشد مجده و بودم. مگه گنج پیدا کردی؟ بهتر از گنج، نامه خدا بخش اومده. دادی عباس آقا خواه؟ آره، حالا بعدشونم هر لحاظ راضی و خوشم. یعنی خوشم. چه خبر تو خنده تو ول میکنی؟ بندم داره نوشته برای اینکه آقای فهیم نفهمه پول دخترش نیست، ما مجبوریم همدیگر رو پیرونی ببینیم. میدونی من این حرف چیه؟ یعنی ما مجبوریم. میترسم اینجا حوصله‌اش سر بره. سلام، سلام دخترم، چقدر دیر کردی. کم کم داشت دلم شور میزد. من از خدا بخش خواستم یه خورده بیشتر منو بگردونی. خوب کاری کردی عزیزم. خب، حالا با یکی از کارگرهای قدیم من آشنا شو. اصلا خان بفرمین جلو، شما که قریبه. سلام خانم، اینشالله که حالتون خوبه. متشکرم. حتما هم دیگر رو میشناسین اینترنت؟ بله، و من چند مرتبه خانم رو زیارت کردم، لابد ایشون هم قیافه من یادشونه. بله، کاملا درسته.
خب عزیزم، من و اسلان خان یه خود کار داریم. تو هم خسته هستی، برو یه کمی استراحت کن. بریم اسلان خان. راستی جاره جون، بفتی بگو یه اتاقم برای اسلان خان درست کنن. ایشون یه چند روزی اینجا میمونه. بسیار خوب، پیش میمونه. متشکرم جون. حالا باید چی کار کنی؟ نمیدونم ناجنس برای چی اومده اینجا. حتما از یه جایی فهمیده که ما تو این خونه هستیم. شاید میدونه به خاطر چی اومدیم. آخه از کجا؟ ما که این موضوع رو به کسی نگفته بودیم. در هر صورت باید چی کار خودتو من که خدا بخش کمتر نیستم. دستنی فریاد میزنم اگه جرأت داری. داد کردیم بدون به من. آقا تشریف دارن. آره تو اتاقشون دارن روزنامه میخونن. جاله خانم کجاست؟ نیم ساعتش من با اون آقایی که از معدن اومده گوشه باغ دیدمشون. ممکنه حالا همونجا باشن. بله خیلی متشکرم. مگه اینجا طبیله است؟ ببخشین قربان، من از طرف هر دومون معذرت میخوام. هیچ فکر نکردین چرا دختر من نباید دست به این کارای احمقانه بزنین؟ منم چند دفعه بهشون گفتم. ما که از خانوم معذرت خواستیم. آخه برای چی؟ چطور شد که این اتفاق افتاد؟ بذارین حقیقتو من براتون بگم. بذارید من حقیقتو بگم. ما سالهاست با هم دوستیم و شب و روز با همیم. گاهی هم شوخیامون به دعوا میکشه. یعنی دعوا که نه، همین جوری با هم بازی میکنیم. من نه، بذار لباسات واکنم خود وقت جونم واسه. به هر صورت من دوست ندارم تو خونه من از این اتفاقات بیفته. صورت هم دیگه رو ماچ کنی. چشم من خودم دردشم ماچ کنم. اینا رو ببخش عزیزم. خودشون هم نمیفهمن چی کار میکنن. بیا بریم. من از کارای تو نامرد سردر نمیارم. آخه از جون ما چی میخوای؟ همون چیزی که شما براش اومدین اینجا. اشتباه میکنین. ما برای کمک به این پیرمرد به اینجا اومدیم. خیال کردی با بچه مکتبی طرفی؟ ما برای کمک به این پیرمرد به اینجا اومدیم. نومزده تو جای زن مهندس غالب کردی فقط برای همین؟ نه داداش، کور خوندی. اینا تو کت ما فرو نمیره. آخه من به تو چی بگم؟ تو که شعورشو نداری بفهمی که یه آدم ممکنه همین جوری هم به همنوعش کمک کنه. خیلی خوب، برای من نمیخواد بالا منبر بری. فعلا که شما خر مراد و سوارین. البته دارین کمک میکنین، اما به خودتون. حالا باید برای منم یه کاری انجام بدین. من میدونم الان پونه هر کاری بخواد فهیم براش انجام میده. آخه اون تنها دخترشه، یه عروس ناکومه. چی میخوای بگی؟ پونه باید فهیم رو راضی کنه که تمام اختیارات معدن رو به من بده. اینجا با همه ثروتش مال شما، اون معدن خرابم مال من. اگه نتونست چی؟ میتونه، فقط باید به فهیم بگه که اختیار اون معدن رو بده به من. از شما که نمایندگان کارگران هستین، انتظار دارم که با آقای اصلان همکاری کنیم. روز مثل گذشته، مثل همون موقعی که مهندس دامادم زنده بود و شماها با صمیمیت باهاش کار میکردین. دیگه باهاتون کاری ندارم. برگردیم به معدن و این خبر رو به تمام کارگرها بدین. چشم خدا. خدا 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 آدم قطع بود در بابینه گذاشت سرپرست مدن. خدا روزیمونو به دست سگ حوالی کرده.
من نمیدونم چه جوری از این همه لطف شما تشکر کنم. یه دنیا ازتون ممنونم قربان. باید از یار خانم ممنون باشی، اون ازم خواست که این شغل خدا الهی عمرشون بده. واقعا چه دختر نازنینی دارین قربان. خیلی متشکرم. ببین پونه جون، اون چیزایی رو که همه آرزوشو میکنن تو داری. خونه، زندگی، ماشین، نوکر، کلفت، دیگه از خودت چی میخوای؟ خدا بخش تو نه این حرفا رو میزنی. من به چیزی احتیاج دارم که با همه اینایی که تو گفتی فرق میکنه. ده بگو ببینم دیگه از خودت چی میخوای؟ آرامش. مگه حالا نداری؟ نه. مگه حالا خودتو خوشبخت‌تر از سابق نمیدونی؟ گفتم که نه. وقتی فکر میکنم که ما داریم هم خودمونو و هم یه پیرمرد بدبخت و گول میزنیم، از خودم خجالت میکشم. میدونم پونه، منم همین حال دارم. ولی چیکار میشه کرد؟ من میترسم یه روزی برسه که نتونیم به آقای فهیم حقیقتو بگیم و ناچار همینجا بمونیم. الان اگه اون بیچاره موضوع رو بفهمه پاک دق میکنه. خدا عاقبت این کارو به خیر کنه. کاش اون روز اول فکری همچین موقعی رو کرده بودیم. نترس پونه، خدا خودش میدونه که ما برای خیرخواهی این کارو کردیم. به ما کمک میکنه. نمیدونم چی میشه. زودتر بستنی تو بخور بریم. چرا به این زودی؟ آخه میترسم بچه بیدار بشه و گریه کنه. رای 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 معلوم نیست کدوم زردم در رای رفتن. اصلا خانوم یادش رفته که واتساپ داره. به تو چه، مرد آشپز که نباید به این کارا دخالت کنه. فعلا که هم آشپز هم لاله باشی. رای 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 رای. آخه من از تو میپرسم، یعنی که تازه چوبرش ورده بعد 24 ساعت شجاف خیابونا باشه، اونم با یه نرقول گردن کلوف؟ این فوزیلی ها به تو نایمده بچه داری تو بکن. اگه آقا اوبت که میدونم چه آشی براش بپزم، میگم ار روزی که شما تشریف بردی دختر تو یه دقیقه تو خونه من نشدن. غلط میکنی، این حرفا رو میزنی. اصلا به ما چی که خانم خونه کجا میده؟ خوب میشه که آقا اوبت بی وچره بگی من برم پیش آقا. نه با دو حرفی بزنی ها. میترسی خدا بخش جونه تو بیرون کنه؟ میگم خوبش هم بیشم. لال اون پدر بزرگت بشه. دیگه حرفشون نزن. سلام قربان، انشالله که بهتون خوش گذره. بد نبود. شانشون خونه است؟ نه قربان، کی هستن که حالا باشن. یعنی چه؟ یعنی این که تشریف بردن گردش قربان. بله. تنها؟ نه خدا بخشم باشون هست. بچه کجاست؟ تا حالا بغل من بود. شما که اومدین دادم به فاتی نگرش داره. این پسره که نمیذاره خانم اقلا به بچه داریش برسه. منظورت چیه؟ منظور بدی ندارم قربان، چون نون و نمک شما رو خوردم نمیتونم کتمون ناحق بکنم. این پسر خیلی دور و بر خانم میپلکه. بله. خفه شو. بازم این مردی که بدجنس اینجا پیدا شد، دیگه چه نقشه ای داری؟ سعی کن خونسرد بشه، خودتو کنترل کن. بیا بگیر. بفرمایین قربان، عرض نکردم. گفتم خفه شو. حالا دیگه اینقدر جسور شده که به کارهای خانوادگی منم دخالت میکنی؟ به جای این حرفا برو اتاق ایشون نشونشون بده که استراحت کنن. قربان اگه اجازه بفرمایید بنده مرخص میشم. باید زودتر وسایلی لازم رو تهیه کنم که کارهای معدن لنگ نشه قربان. اشکالی نداره، فرصت هست. یکی دو ساعتی استراحت کن بعد برو دنبال کار. بریم آقا شاخ و بردار. باشه قربان، هر طور میل شما. بفرمایید. پس اگه زیارتتون نکردم با اجازه خدافظی میکنم. آقا جون من غیر از کار شما هزار تا کار دیگه دارم. سلام بابا، کی اومدی؟ همین الان، اما اگه میدونستم زودتر میبودم. تو برو به کارات برس پسر، ماشین منو ببر بده سرویس. چشم بابا. دخترم، میدونی داری چیکار میکنی؟ نه بابا، من منظورتونو نمیفهمم. تو متوجه رفتار خود نیستی. این یکی دو روزی که من نبودم کاری کرده که کلفت نوکرام فکرهای احمقانه بکنن. نمیفهمم، مگه من چی کار کردم؟ خانم دخترم، من کاملا به تو اطمینان دارم. اما از قدیم گفتن در دروازه رو میشه بست، ولی دهن مردم رو نمیشه. تو نباید با یه راننده اینقدر گرم بگیری که حتی آشپز خونه رو. خدا بخش، آخه آقا جون این بی پدر وادر خیلی آدم دستاس و چشم و دل ناپاکیه. هنو هر را نرسیده لابزنه من رو که دستم در ورده هیچی. حالا میخواد دختر آقا رو از راه بتونه. خوب شناختیش.
آدم خطرناکی. بله. یه وقت ممکنه چیز میزی بلند کنه بندازه گردن تو. خیال میکنی ازش بر نمیاد. داشت میگی؟ بابا ای والا. پس من باید مواظب کارهای این پسره باشم. گفتی مواظب باشی. بله. ببینم. دلت میخواد امشب با هم دومی به خمره بزنیم و نقشه بزنیم؟ آره من برده بخور بخورم. فتو موافق؟ خب معلومه دیگه. خیلی خوب. فتو امشب وقت تو به من بده، بقیه کارا با من. کاری میکنم که برای همیشه شر خدابخش از سر تو نوزر کوتا بکنم. قربونت برم آقا جو، پای امشب یه کافه شازده ضربی افتادی. بابا تو پازیار رو انداختی هشتا خان. تو رو خدا بگو ببینم چجوری میتونم این دختره را از چنگ خدا بزدن بیارم. ببینم تو واقعا این دختره رو دوست داری؟ معلوم. آره فقط یک میتونی بکنی. همش یکی صد تشو بگو. نه همون یکیش پیشکشه. خب اون یکیش چی هست؟ تو باید این پسره رو از این خونه بندازیش بیرون. من؟ من که زورم بهش نمیرسه. آقا چطوری؟ اون با من. راستی آقا چیز با ارزشم تو خونه میذاره؟ ما خدا به درت ریا برشه. آقا یه کاپ چطور داره این قدر توش دم من جواهره. خب حالا دیگه کارا درست شد. ببینم تو جای گاو سنگو میدونی؟ البته اون تو اتاق کارشه. چطه الان حقشون. بالا بیاد. باید موضوع رو بهش بگیم. نه اگه الان هر حرفی بزنیم بدتر میشه. شاید هم فکر کنه که میخواستیم گولش بزنیم. نمیتونم، من که خیلی ناراحتم. آه فکرش نکن، فعلا باید صبر کنیم تا ببینیم خدا چی میخواد. حدس میزدم که تو نامرد اینجا باشی. رسل کرم شرم نمی کنی، نون نمه که منو می خوری و به من خیانت می کنی. منو چی تصور کردی؟ سبتری تا منم حرف بزنی. خفه شو. من باید پشت دستم رو داغ کنم که دیگه به امثال تو بی سر پایت فینا نکنم. حالا زود باش از اینجا برو بیرون. گاهبم برو بیرون. خائن بی شرف پس فطرت، توپ به اون پدری که مثل تو فرزند نانجیبی رو به وجود آورده. برو از این خونه بیرون. برو دیگه نمیخوام مثل کتیبه تو ببینم. گوش کن پدر. تو دیگه بهتر حرف نزنی. روز به یاد ندارم که تو خانواده ما یه همچین اتفاق کثیفی افتاده باشه. دختر یکی دونه، فهیم با یه راننده. خدایا این درد رو به کی میشه گفت؟ ممکن نیست اشتباه کرده باشی. چی رو؟ این که نصف شب تو این اتاق. آخه مگه ما چی کار میکردیم؟ من که بد تو رو نمیخوام. البته من اینقدر خودخواهی ندارم که تو رو تا آخر عمر مجرد نگه دارم، ولی تو هم باید موقعیت پدرتو در نظر بگیری. به هر حال امیدوارم دیگه این چیزا تکرار نشه. فعلا بلند شو بری که بخواب. شب بخیر. فکر میکنم اگه چند روز بریم مسافرت دخترم بد نباشه. خیلی خوب، صبح راجع به این موضوع تصمیم بگیر. فعلا شب بخیر. بیا. کجاست؟ اون جاش داره وسط. خیلی خوب، تو همینجا مواظب باش.
دیدم اونی که میخواستی حالا راضی شدی. با این کار خیال هر دومون راحت شد. دیگه اون توپل مپلی مال تو میشه. یارو هم میره اونجا که عرب نینده. دختره میبونه مادر وقت. آخ چون قربونه برم. یه چیز دیگه تو باید یه کاری کنی که آقای فهیم خیال کنه خدا بخش اومده و این جواهراتو دزدیده. در ضمن مواظب دهنت هم باش وگرنه سر هر دومون وای رفته گل داد. فهمیدی؟ چه کاری میکنم که آقا پدر خدا بخش در میادش. نمیدونم چی بگم. چرا نمیخواین حقیقتو بفهمید؟ چه حقیقتی رو؟ حقیقت اینه که اون یه دزده و تو اون آوردی توی خونه و حالا که جواهرات منو دزدیده به خاطرش داری جر و بحث میکنی. ببین دختر، من چنین اجازه ای رو به تو و به هیچ کس دیگه ای نمیدم و برای آخرین بارم به تو تذکر میدم که باید بریم. بسیار میام ولی میدونم که به شما هم ثابت میشه که اون دزد نیست. نمیفهمم تو چرا همش داری از اون دفاع میکنی؟ چرا دائما سعی میکنی که اونا همینطور بی خودی بی گناه جلوه بدی؟ برای اینکه من اونو میشناسم و بهش اطمینان دارم. بیا بریم دخترم، من بهت ثابت میکنم که تو اشتباه میکنی. بیا بریم. سرای دوز، شما مواظب منزل باشید. چش، مطمئن. چش قربان. چش. الحمدلله، حالا اشوار قدم میشونی. خودم براش خیلی. ایشالله. خواب تو هم خیلی ایشالله. بده به من. هرچن، خواب جن چبه بابا. پونه، چی شده پونه؟ برای چی گریه میکنی؟ اصلا چطور شد که اومدین اینجا؟ از من میپرسی؟ این دست گلیه که خودت به آب دادی؟ منظورتو نمیفهمم، چی میخوای بگی؟ آخه چرا این کاره کردی؟ چرا؟ به من حقیقتو بگو، چه اتفاقی افتادی؟ یعنی تو خبر نداری؟ آخه چی رو؟ جواهرات فهیم، تو مگه اونا رو ندزدیدی؟ پس اونجا اینم یه ضربه دیگه که این اتفاق افتاد. پریشا، قبل از اینکه فهیم تو رو از خونه بیرون کنه راستشو بگو، تو این کارو کردی؟ من دوز نیستم. اگه هیچ کس باور نکنه تو باید بدونی که من از این کارهای کثیف نمی کنم. میدونم، من تو رو میشناسم، اما تو اینو باید به فهیم ثابت کنی. الان کجاست؟ خب بگو ببینیم چی کار کردی؟ همون شد که به جواهرات گذاشتم خونه تقی. آفرین. و حالا دیگه مهر زدیم به پیشونی تقی و خدا بخش. خیلی خوب، کارتو خوب انجام دادی. برو. چه نفهمیدم پس دم ما چی میشه؟ چی شد؟ میدم بعدن. حالا باید برم فهیمو ببرم دزد جواهرات نشونش بدم. بیا میرم. کجا پدرم؟ من پولمو میخوام. برو گم شو بذار برم پی کارم. حالا من پول گذاشته برم گم شم. سهممو رد کن، نگرانم. خب گفتی سم تقریبا باشه. برادر کجاست؟ من نمیدونم اون کجاست؟ پیر مرد خرف آتیشت بیزنم. گفت نمک نشناس، بگو اون کجاست. بگو کجاست، میکشمت. این توفنگو بده به من. برو کنار. تو دختر منی، حق نداری با یه دوست. من دختر شما نیستم. من دختر تو نیستم. دیوونه یا احمق، بزن شو. به خدا من دختر تو نیستم. چی؟ باور کنید منو خدا بخش نام زدید. دخترتون با مهندس در همون انفجار معدن مردن، ما نخواستیم بهتون بگیم. دروغ نکو، خیال نکن عوض کردن لباست میتونه منو گول بزنه. باور کنید من فقط شبیه دخترتون هستم. اون گفت شما مریضین، اون گفت بچهش بی مادر تیغ میکنه، ما هم اومدیم پیش شما، باقیش هم که خودتون میدونی. باور کردنی نیست. چرا هست قربان؟ پس هر دوشون برای اون جواهرات نقشه کشیده بودن، پس این کار هر دوشونه. دروغگوی کسی. حالا معلوم میشه کی دروغ میگه. قربان، اجازه میدین خونه رو بگردم؟ برو مطلب کن. برای چی دوست دیدی؟ این حرفا دروغه. من قسم میخورم هرچی هم پونه گفت حقیقت داره.
خونه؟ بله، من قسم میخورم بند. قسم تو باور کنم یا دم خروسو؟ بفرمی، عرض نکردم، اینم جواهرات. دوستا، دروغگو، پستا. الان حقتونو کف دست میسرم. عصبانی نشین قربان، اجازه بدین همشونو ببرم ژاندارمری. ببرشون. نه، 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 جرای معدن قربان. خب چی کار داره؟ خودم میگم با اون کار دارم، یه حق حساب کوچیکی که باز باش تفسیه کنم. حالا وقت این حرفا نیست، برو قول بدیدم بعدن بیام پیش. خیلی وقت که از این قولم میدی، حق بده یکی بدم دوریه. برو قول چی داره میگه پسر؟ کدوم حق؟ خیت نکن پسر، معذرت میخوام، اون دیوونه از قربان. دیوونه اون وقت بودم که به دستور تو این طلاها رو بردم خونه تقی قایم کردم. دهنه تو ببند. نذاریم فرار کنه خاتل مهندس. فرار کنه. باید نیست، من بگیرمش. قربان مثل این که طوری نشده، فقط بیهوش شده. خدایا، چی میبینم؟ یعنی ممکنه؟ تو این زن رو میشناسی؟ بله قربان، خوب میشناسمش. اون یه کلیه دورگرده. چطور یه کلیه دورگرد میتونه اینقدر شبیه باشه؟ شبیه چی قربان؟ پروین. پروین زن گم شده ای من که 20 ساله ندیدمش. قربان فکر نمی کنی که؟ ساکت برم، برو آب بیار، باید به هوشش بیاری. منو میشنوی؟ من فهیم شوهره، مگه منو نمیشناسی؟ خدا جون، تو ای فهیم، بچه همونو نجات بده. نظر تو آب رودخونه خفه بشن. پروین من، تو زنده بودی و من اینقدر بختی کشیدم. آره من زندم، اما بچه همون کشن، اونا رو آب نبرده باشه. زن بیچاره من، ما خیلی بدبختیم، خیلی بدبختیم. چی شده؟ به من راست بگو، اونا مردن؟ عزیزم، تو از موقعی داری حرف میزنی که الان 20 سال ازش گذشته. برش 20 سال ازش گذشته؟ پس من این مدت حافظم رو از دست داده بودم. شوهرم، خواهش میکنم به من حقیقت رو بگو، به سر بچه همون چی اومده؟ یکیشون آب برد، من نتونستم پیداش کنم. یکیشونم که 20 سال خون جگر خوردم و بزرگش کردم، چند وقت پیش مرد. ما چقدر بدبختی. کاش من به گوش نیامده بودم. اصلا کاش که همون موقع مرده بودم و این حرفا رو نمیشنفتم. آخه چرا باید هر دو بچه همون بمیرن؟ خدایا تو که عادلی، اقلا میخواست یکیشونو برای ما نگرداری.
خدا عادل خود یکیشونو براتون نگردشته. چی راست میگی؟ کجاست؟ دخترم کجاست؟ حرف بزن، حرف بزن. دروغ نگو مردی که هولتا باز. یه دفعه منو گور زدی کافی. دیگه نمیخواد با این حرفای زن بدبختم فریب بدی. باور کنید دروغ نمیگم. یکی از دخترای شما زنده. خدا باش، مواظب باش. این حرفایی که گفتی راست باشه، من از مال دنیا بی نیازت میکنم و تمام ثروتمو به پات میریزم. ولی اگه دروغ گفته باشی روزگارتو سیاه میکنم. نه، اون راست میگه. من حتم دارم که راست. آخه خانم چرا دروغ بگم؟ گفتم که بذارید خودش بیاد تا بهتون ثابت کنم. بابا، این دختر منه. هنوز باور نکن، بذار خودش ثابت کنه. بسیار خوب، الان بهتون ثابت میکنم. بابا، بابا جون میدونی چه جو؟ این حرفا نیست، اون گردنبند تو برای چی بابا؟ گفتم زود باش بده به من. بده. بفرد. این گردنبند میتونه نشونه بچه گم شدتون باشه؟ نگاه. آره خودش. خودش. این همونیه که تو ماشین به من دادی گردنشون بستم. مرزا. مرزا دخترم. دختر خودمونه، مهرداد خودمونه. دخترم چه بزرگ شدی، چه نشدی. درسته من شما رو مثل مادرم دوست دارم، اما من دخترت نیستم. دخترم اون دیگه ننه فالگیر نیست، اون زن گم شده من و مادرته. تو هم دخترمونی. دخترم قبول کن که من مادرتم. بابا جون اینا چی میگن؟ من از حرفاشون هیچ سردر نمیارم. حقیقت رو میگن، تو دختر اونایی، نه بچه من. نه، غیر ممکنه، باور کردنی نیست. چرا دخترم، باور کن. وقتی تو خیلی کوچیک بودی اتومبیل ما پارچ شد تو رودخونه و آب تو رو و من تو رو از آب رودخونه گرفتم و مثل اولاد خودم بزرگ کردم. حالا خدا رو شکر میکنم امانتی که سپرده بود صحیح و سالم به صاحبش برگردیدم. بفرمین اینم دخترم. ممنونم. پس این حقیقت داره. آره دخترم. پدر وای مادر جون. صبر کن پسرم، کجا داری میری؟ نمیدونم، اما عمو جون چرا این کاری کردی؟ مجبور بودم. آخه نتونستم بدبختی یه پدر و مادر ببینم. میدونی حالا اونا چقدر خوشحالن؟ بله اونا خوشحالن، ولی من چی؟ پونه بازم مال توه، شما که از هم جدا نمیشی. نه دیگه، بین من و پونه یک دریا فاصله است. اون دختره یه عیانزاده است، همه چیز داره. اما من چی؟ من چی دارم؟ چی دارم؟ برعکس پسرم، این تویی که همه چیز داری، صداقت، شرافت و مردانگی. دیگه چه سرمایه بالاتر از اینا؟ خیلی متشکرم، ولی اینا نمیتونه آدمو خوشبخت کنه. میتونم پسر جون. دخترم، این تویی که میتونی اونو خوشبخت کنی. برو، برو پیش نامزد. خدا بخش. خب بریم عزیزان من. بیا تا